آمادم، چیدم، منتظرم برنامه شما. زرنگی، مرسی. به نام خدا. سلام به شما بیننده های عزیز شبکه نمایش. خوشحالم که امروز با قسمتی دیگه از این برنامه در خدمت شما ایم. درود بر همه خوبای ایرانی، هر جا هستید پیروز و سلامت باشین. یه برنامه دیگه از شبکه نمایش، نمایش آشپزی با انرژی فوق‌العاده آقای خدابردی و همه دوستان در خدمتتون هستیم. آقا امروز چه غذایی در نظر گرفتین؟ امروز بازم از کشور خارج شدیم، رفتیم لازانیا می‌خوایم درست کنیم، رفتیم ایتالیا، یه سرآشپز ازش یاد گرفتیم، اومدیم یه غذای ایتالیایی درست کنیم به نام لازانیا با مرغ و بادمجون. مواد اولیه رو هم بفرمایید. مواد اولیه‌اش پنیر پیتزای مازارلا هستش به میزان 300 تا 400 گرم، جعفری مقداری، سویا سس 1 تا 2 قاشق غذاخوری، زعفران حدوداً 1 قاشق غذاخوری، ذرت کنسرو شده حدوداً 50 تا 100 گرم، گوجه گیلاسی 50 تا 100 گرم، آرد گندم استفاده میکنیم، میتونیم از آرد ذرت هم استفاده کنیم، 1 تا 2 قاشق غذاخوری شیر حدوداً 1/2 پیمانه مایونز، 1 تا 2 قاشق غذاخوری فلفل دلمه رنگی به میزان 2 تا 3 عدد، البته بخشش استفاده میکنیم، بادمجون به میزان 3 عدد متوسط، سینه مرغ یا فیله مرغ حدوداً 300 تا 400 گرم و همچنین خود برگ‌های لازانیا که از نیم پخت استفاده می‌کنیم که راحت‌تر اتفاق بیفته، حدوداً 1 بسته نمک، فلفل، ادویجات، کمی هم آب جوش که کارامون رو زودتر انجام. این لازانیامون اینجوری می‌ریزیم داخلش. من اینکه نچسبم یه ذره بهش روغن می‌زنیم. اگر بیاد خوبه، خیلی خوب. این هم از روغنه، شما در رو بذارید روش. حالا شروع میکنیم به خورد کردن سبزیجات. بادمجون رو اول خورد میکنیم، به صورت اوریب اون رو خورد میکنیم تا قسمت بعدی اون رو سرخ کنیم. بعد میریم سراغ فلفل دلمه، چون یه بخشش فقط میخوایم، یه کوچولوش استفاده میکنیم. یه منبع غنی ویتامین سه هم هست فلفل. واقعا همینجوره. این از یک رنگش، رنگ دیگه برای غذا رو زیبا میکنین، بسیار عالی. رنگ دیگه هم استفاده میکنیم. حالا میرسیم به خود سینه مرغ. سینه مرغ رو میخواییم ورقه کنیم. قبلا هم تو برنامه دیگه گفته بودیم راجع ورقه کردن. کارد میندازیم جوی قسمت اینجا عشان بینش ورقه میکنیم. حالا اون رو میخوایم بازم به ورقای نازکتری و همچنین اندازه هایی که بخوایم برای لازانیا به درد بخوره اون رو اندازه کنیم. میبینید به چه صورت. حالا میریم سراغ یه سینه دیگه و اون رو باز هم ورقه میکنیم و بعد لازانیامون رو آبکش میکنیم. آبکش که نتوش در میاد. چقدر باید توی آب بمونه؟ بودن 3-4 دقیقه. 3-4 دقیقه کافیه. خب آماده است. تو قسمت بعدی میگیم که چه کارهای باید بکنیم، چی بپزیم و چی کار بکنیم و ببینید داریم این کارا رو میکنیم. امروز تو آشپزخونه نمایش آشپزی برای پخت غذای خوشمزه‌مون داریم از یک سرویس 20 پارچه گرانیتی تولید ایران استفاده میکنیم. شما الان یک نمونه از این بسته کامل ظروف رو کنار من دارید میبینید. یک بسته کامل از ظروف پخت و پز که خیال شما را از بابت داشتن هر ظرف دیگه راحت میکنه. این محصول عزیزان 1 سال ضمانت داره که نشون میده تولید کننده از کیفیت خودش مطمئن بوده. مهمتر از اون تونسته نشان استاندارد ایران رو دریافت کنه، یعنی پوشش نچسبش پوشش مناسبیه، شما رو احیانا خدای نکرده مثل ظروف غیر استاندارد دچار بیماری نمی کنه. قیمت این محصول 499,000 تومانه، اما 200,000 تومان تخفیف وجود داره به خاطر خرید مستقیم شما از تولید کننده تو نمایش آشپزی. اگر مایل هستید این بسته کامل ظروف پخت و پز رو تو آشپزخونتون داشته باشید، میتونید همین الان عدد 8 رو به این سامانه که زیر گیرنده‌هاتون حک شده ارسال کنید. با شما تماس میگیرن، محصول رو در منزل بهتون تحویل میدن. یک فرصت کوتاه به ما بدید، برمیگردیم با شما خواهیم بود. خب اولین کاری که باید بکنیم، میخوایم یه سس سفید درست کنیم برای لازانیامون. پس باید آرد رو یکم تف بدیم. بعد که تف داده شد، به شیر اضافه کنیم. حالا همینجوری که سری میخوایم کار انجام بدیم، باید بادمجونامون رو توی یکی از این تابه‌ها که این بزرگی‌ها انتخاب میکنیم تفت بدیم. من میام به کمک. شما اینو بگیرید. بله شما. من بادمجوناشو بریزم. اینم از بادمجوناش. میچینیم کفش و شروع میکنیم به سرخ کردن بادمجونا. داخل اینم روغن میخواد؟ بله بریزید، زحمت بکشید، چون میخوام فیله مرغ یا سینه مرغ منو داخلش تف بدم. حالا سینه مرغ میاریم برای اون آخریه، یعنی بذارم کنار. ببخشید من اومدم جلوی شما. بریزم داخل این، بعد باید مزه دارش کنیم.
با سویا سس، یه تیکه دیگه هم فیله مرغ بکنم، سینه مرغ جا داره بذارم داخلش، یک مقداری بهش سویا سس اضافه میکنیم و همچنین مقداری هم بهش زعفران میزنیم. نمک دیگه نمیزنیم به در از سینه مرغمون، به خاطر اینکه خود سویا سس به اندازه کافی نمک داره، ولی به بادمجون یه مقداری میزنیم که مزه داره. حالا این رو هم که خامیش داره گرفته میشه بهش شیر اضافه میکنیم و اگر نیاز بود کمی هم بهش آب و اون رو کاملا مخلوط میکنیم تا آماده بشه. تو قسمت بعدی این سس روومون آماده شده، بادمجونمون سرخ شده، سینه مرغ آماده شده، میریم برای درست کردن قسمت اصلی خود لازانیا. خب ما رو تماشا کنید چون با ما بیشتر میدونید. اما این سرویس 20 پارچه گرانیتی که تو آشپزخونه نمایش آشپزی داره استفاده میشه چند تا ویژگی داره. دستگیره‌هاش دستگیره‌های نسوس هست، مقاوم در برابر حرارت، تغییر شکل نمیده، بوی بد ایجاد نمی‌کنه، دچار سوختگی نمیشه، به راحتی میتونید باهاش کار کنید. درهای پیرکس داره با سوپاپ اطمینان و زوار استیل ضد زنگ، رنگ بیرونی هم رنگ زیبایی جلوه خوبی به آشپزخونه‌تون میده. مهمترین نکته در مورد این ظروف داشتن پوشش گرانیتیه. با حداقل روغن میتونید آشپزی کنید، غذای شما غذای سالم‌تری، مواد هم بهش نمیچسبه و شستشوی آسونی هم خواهید داشت. قیمتش 499000 تومانه. اما با 200000 تومان تخفیفی که تو این برنامه وجود داره شما میتونید با یک قیمت فوق‌العاده این سرویس 20 پارچه گرانیتی رو خرید کنید. اگر مایل هستید از این فرصت خوب خرید و تخفیف استفاده کنید، با تلفن همراهتون همین الان عدد 8 رو به این سامانه که زیر گیرنده هاتون حک شده ارسال کنید. با شما تماس میگیرن، محصول رو هم در منزل بهتون تحویل میدن. بسیار عالی. تا اینجا چی گفتیم که چیا را پختیم؟ فیله مرغ، سینه مرغ البته، بادمجون، می‌بینید لازانیا شکل خوش هنوز حفظ کرده و خیلی چیزای دیگه آماده شده. سس بشامل یا روو ما آماده شده. حالا باید این رو با مایونز مخلوط کنیم. اینو که مخلوط کردیم یه مقداری با همزم می‌زنیم، نمک و فلفلش رو تنظیم می‌کنیم. شما زیر اون تابه رو، یکی دیگه از تابه رو امروز استفاده کردیم که خواستیم یه تابه باشه که دو دسته به درد کارمون بخوره. خب اینو مخلوط کردیم، کمی بهش فلفل سیاه میزنیم. تابمون هم داره گرم میشه. بله، یک مقدارم نمک. شما زحمت بکشین کمی روغمش بزنین. بله. من نمکش رو زیاد دیگه تنظیم کنم. خب اولین کاری که میکنیم دو تا از این لازانیا رو میچینیم کف ظرفمون به این صورت. ببینین میشه لایه زیر، لایه اولی میتونیم اول سس بریزیم یا پنیر. ما سس رو انتخاب میکنیم که میخوایم یه ذره از برقای پنیر، برقای لازانیامون رو یکم نرمتر نرم کنیم. یه لایه از این سس میریزیم. حالا موادمون رو باید بذاریم. این موادمون، بادمجونمون رو میچینیم همینجوری میریم بالا، بادمجون یه لایه، یه لایه مرغ، مرغ رو میشینیم و اون پنیر فرابونم فکر کنم لذیذش میکنم. بله حتما همینجوره. این یه لایه مرغمون، کمی فلفل دلمه رنگی که این رنگاش فوق‌العاده است. بله. دوباره میتونیم یک مقداری از حالا کمی ذرت، یه کمی هم از جعفری لابلاش بریزیم. دوباره یه لایه از خود البته یادم میره پنیر رو اتزارلا. خیلی اینجا پنیر رو تو این قسمت خیلی زیاد نمیریزیم، تو قسمت بالایی خیلی، همینجوری طبقه طبقه میچینیم تا انتها. رسیدیم به قسمت قشنگ برنامه، خوشمزه برنامه و زیبای برنامه، قسمتی که میخوایم دکور کنیم غذامون. لازانیامون آماده شده همینجوری که با آدم حرف میزنه، البته زبانش متوجه نمیشیم، ایتالیایی صحبت میکنه، ولی امیدوارم شما زبان ایتالیایی متوجه شین و ببینین که چی میگه به ما. اولین کاری که میخوایم بکنیم از این فلفل دلمه‌ای که از قبل باقی مونده، یه سرآشپز خوب یا آشپز خوب باید بتونه اون چیزایی که از غذای اصلیش باقی مونده رو یه جورایی استفاده بکنه. ما میخوایم از این رنگ‌های مختلف کناره‌های غذامون استفاده بکنیم. سه رنگ میتونیم بر دو سمت این در اصل ظرفمون که ظرف تیره‌ای برای این لازانیه سفیدمون انتخاب کردیم
استفاده کردیم. در کنارش میایم از این فیله مرغ یا سینه مرغ که از قبل تفت دادیم دو تکه کنارش میذاریم. تخم مرغی رو که قبلا آب پز کردیم و به صورت بهش میگن اسپایدر اگ آماده کردیم، تخم مرغ رنگی تار عنکبوتی هست رو میذاریم کنارش. میبینید چقدر زیبا این رو کنارش. حالا از بادمجونی که باز هم از خود غذا گرفتیم و چند تکه باقی مونده بود رو اون رو میاریم به صورت رول. این نشد، این یکی رو به صورت رول انجام میدیم، میاریم میذاریم کنار بشقابمون. و همچنین از جعفری که از قبل آماده کردیم رو در وسط غذا میذاریم و دکورمون داره تمام میشه. از این کامکوات یا پرتقال و نارنگی ژاپنی هم استفاده میکنیم که از همه کشورها استفاده کرده باشیم جهت دیزاینمون. میاریم میذاریم کنار اینجا. تقریبا کارمون تمام شده است. یه دونه گوجه هم برای اینکه خالی نبودن عریضه کوچیک میبریم میذاریم اینجا و یکی هم میذاریم کنارش. قسمت قبلی راجع به اینکه چجوری غذا رو دکور کنیم توضیح دادیم، خیلی ساده اون رو دکور کردیم. لازانه قضیه بسیار ساده ایه، تو منازلتون میتونید درست کنید، هزینه زیادی هم نداره، فقط مواظب کالری غذا باشید. یعنی اون کسی که دوست داره کالری ازش کم باشه شاید لازانه خیلی براش مناسب نیست، مگر اینکه از پنیر کم چرب استفاده بکنه. امیدوارم تو خونه هاتون درست بکنید، ما رو هم یاد بکنید، نمایش آشپزی رو هم ببینید، به ما هم پیامک بدین که چی دوست دارین. ممنونم از شما. اما سرویس 20 پارچه گرانیتی که امروز تو آشپزخونه ما داره استفاده میشه چه اجزایی داره؟ 3 عدد قابلمه داره، بزرگ، متوسط، کوچیک، 4 تا تابه داره تو اندازه‌های مختلف، تک دسته و 2 دسته، 1 شیرجوش داره و 4 تا در که به طور مشترک بین قابلمه و تابه ها میتونید از اون استفاده کنید. 7 قلم کفگیر و ملاقه مقاوم در برابر حرارت داره و 1 پیشبند ضد آب که در موقع شستشوی ظروف حتما به کارتون میاد. این سرویس خوب که نشان استاندارد داره قیمتش 499,000 تومانه، اما با 200,000 تومان تخفیفی که تو این برنامه وجود داره شما میتونید فقط و فقط با قیمت 299,000 تومان محصول رو برای خودتون سفارش بدید. برای سفارش هم همین الان با تلفن همراه عدد 8 رو به سامانه 1055-58 ارسال کنید. با شما تماس میگیرن و 160 نماینده تولید کننده در سراسر کشور محصول رو در منزل به شما تحویل میده. در زمان تحویل کالا هم میتونید مبلغ رو پرداخت کنید. توضیح دیگه ای نیست، فقط اینکه مواظب خودشون مهربونیاشون باشن، این غذا رو منزل درست کنن. بچه ها این غذا رو خیلی دوست دارن، ما هم که تمام زندگیمون برای بچه هاست. هر جا هستین مواظب خودتون باشید. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از شما که نمایش آشپزی رو تماشا میکنید. تا یک برنامه دیگه، خدا یارو نگهدارتون. اجازه بدید منم یه دونه عکس بگیرم از این. بسیار هم عالی.